در آذانهای پنجگانه برای اولین بار در افغانستان تغییر آمد. بر بنیاد یک فتوای روحانیون در افغانستان، از این پس این جمله در اخیر هر آذان اضافه می شود. هدف از این تغییر ماندن مردم در خانه برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا است. صلوا فی رحالکم معنایش همی است که در خانه هایتان نماز بخوانید. معنای کلمه است که به خانه ایتان، به منزلگاهتان، در همونجا نمازتان را ادا کنید، به مسجد نبیایید، عذر دارید، اشکالی ندارد. معنای کلمه چنین است و در افغانستان هم علما یک روز دو روز می شود که به همی فتوا را نهایی ساختن که بعد از هر اذانی گفته شود که صلوا فی رحالکم، در خانه هایتان نماز ادا کنید. اضافه شدن این جمله که نمازها را در خانه های خود ادا کنید برخی مردم را متعجب ساخته است. والله صدا را شنیدیم، یک جمله اضافه شده بود و ما هم به تعجب شدیم که چی گفت، چون عربی را نمیفهمیم که چی میگفت مولای سید اذان. بر اساس فتوای جدیدی که روز یکشنبه از طرف شمار از روحانیون در کابل صادر شد، مردم باید برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا نماز را در خانه های خود ادا کنند و نیز در این فتوا از طرف های درگیر جنگ خواسته شده تا جنگ را بس کنند. در این فتوا آمده است شمار محدودی که در نمازهای جماعت به مساجد می روند باید فاصله تقریبا یک متری را رعایت کنند. چنانچه که نماز به اشاره خواندن جایز است به خاطر عذر، پس فاصله گرفتن هم جایز است به خاطر عذر. اما مسئله نیامدن و کم آمدن، چون موضوع فیلحال جدید مطرح شده است، فتوا هنوز تغییر خاصی ما در این چند نمازی که فیلحال ادا کردیم ندیدیم. شاید تغییر عمده ایجاد بکند در صورتی که از طرف علمای اسلام این موضوع تایید گردد. این فتوا در حال صادر می شود و در حال در افغانستان در اذان تغییر آمده که پیش از این با آغاز شیوع ویروس کرونا در جهان شمار از کشورهای اسلامی علمایش به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس فتوا دادند که مردم می توانند نمازهای خود را در خانه ادا بکنند.